سفید قلیان هستم. بخشی از فیلم تلویزیونی طراحی سوخته که گزارشی است از چند فیلم و اوراق بازجویی شماری از دستگیر شدگان اعتراضات کارگری در اهواز و نیشکر هفت تپه. من توی سه روزی که توی تجمعات حضور داشتم، فیلم و عکس تهیه می‌کردم. فیلم عکسایی که تهیه می‌کردم، مستنداتی که تهیه می‌کردم رو از طریق تلگرام به دو تا از دوستانم به اسم شیرین نجفی، خبرنگار آمد نیوز که آمد نیوز رسانه برانداز هست و هدفش و هدف از رسانه، هدفی که دنبال می‌کنه براندازی هست، می‌فرستادم. شیرین در حال حاضر ساکن ترکیه است. تمام پس از پخش این مستند، سپیده قلیان بار دیگر دستگیر شد. در این ویدیو که به دست بی بی سی رسیده، خانم قلیان از شرایط بازجوییش میگوید. آقای صادقی نامی اونجا اومد، منو تهدید جانی کرد، گفتش که اگر اینجا صحبت نکنی برادرت رو میارم اینجا، چون میدونم خانواده سنتی دارین، اینجا سرت رو میبره، ما میتونیم راحت یه کاری کنیم که همینجا سرت رو ببره و به کرده و نکرده خودت اعتراف کنی. بعد هم فحاشی جنسی خیلی بدی به من کرد، تهمت‌های ناروایی به من زد در حضور دادستان، حتی دادستان شعبه اول دادیاری شوش، اونجا خیلی خیلی تهمت‌های بدی به من زدن. بعد هم پیش قاضی کشیک رفتیم و تفهیم اتهام شدیم. منتقدان حکومت میگویند تفتیش در زندگی خصوصی و مجبور کردن افراد به اقرار به داشتن روابط جنسی خارج از چارچوب از شیوه های رایج در بازجویی زندانیان در ایران شده، روشی برای فشار به زندانی تا به اعترافات کتبی و تلویزیونی تن دهد. این فیلمی است از بازجویی های همسر سعید امامی از ماموران بلندپایه وزارت اطلاعات. تو مسائل جنسی هم تو زن شدی؟ ها؟ تو زن اون بودی؟ آقا چرا بچه ها نمیریم اینجا بشونی؟ اصلا بریم اون اتاق دوربین بذاری؟ بچه ها رو بیاریم دونه دونه رابطه هاشو رو با این بگن. زیاد شدن دید تو اتاق بفشن. نمونه دیگر هنگام شهیدی فعال سیاسی است. او در جریان انتخابات جنجال برانگیز سال 88 بازداشت شد. بعدها محمد مصطفایی وکیل خانم شهیدی در مطلبی با عنوان ناگفته‌هایی از پرونده هنگام شهیدی نوشت: بازجویان وارد حیطه زندگی شخصی هنگام شهیدی شده و به اجبار از او می‌خواستند که بگوید با فلان مرد و فلان کس ارتباط نامشروعی دارد، تا از این طریق بتوانند دیگر یاران کروبی و موسوی را به زانو درآورند. حتی محمد خاتمی رئیس جمهوری را در پرونده دخیل کرده و میگفتند باید بگوید که با او هم رابطه داشته است. هنگام شهیدی در گفتگو با سازمان عدالت برای ایران در گزارش جنایت بی‌عقوبت میگوید: اگر مردی به دروغ اعتراف کند که با زنی رابطه داشته، خیلی راحت میتواند ادعا کند که آن زن را صیغه کرده بود. اما اگر زنی را به همخوابگی با مردان سیاسی متهم کنند، او برای دفاع از حیثیت خود در جامعه و حتی پیش بازجو محکم می‌ایستد که دروغ است. چرا که اگر ذره از اصول خود عدول کند، معلوم نیست پس از آن که از آن خراب شده بیرون می آید، چیزی به نام ناموس و حیثیت در جامعه و فضای سیاسی برایش باقی می گذارند یا نه. مائده حجبری و الناز قاسمی هیچ کدام اهل سیاست نبودند و تنها علاقه داشتند فیلم های رقصشان را در اینستاگرام منتشر کنند. همین دردسر بزرگی شد و در آخر به نمونه دیگری از اعترافات تلویزیونی ختم شد. خونه مادرم به کانادا پیش کنید. بله اینجا تنهایی امرار معاش میگردی؟ مامانم به پول میده، من 4 سال نامزد کردم، یعنی مثلا سال 1-2 ما میومدم ایران واسه نامزدم. اگر نه اصلا اینجا نه کاری دارم نه نامزد هست؟ بله، ولی اون اساس نمیتونه من اینجا بریم. نامزد میدونسته که مثلا از خود ویدیو میگیری میذاری توی اینستاگرام؟ ولی که مشکل نداره. فعالان حقوق بشر میگویند اجبار به اعتراف درباره روابط جنسی تنها مختص زنان نیست و به یک نهاد امنیتی هم محدود نمیشود. آنها میگویند شواهدی هست که همه نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی و پلیس امنیت از همین شیوه استفاده میکنند. قلم و کاغذ را دست زندانی می دهند و با فشار از او می خواهند که روابطی که از نظر بازجو نامشروع است را شرح بدهد یا در مقابل دوربین اقرار کند. گاهی حتی بیشتر فشار می آورند تا زندانی به جزئیات روابط جنسیش هم اقرار کند. روشی که نه تنها آثار روانی و اجتماعی آن تا سالها با زندانی می ماند که می تواند زندگی خصوصی، حرفه‌ای و یا سیاسی او را برای همیشه بی‌اعتبار کند. مریم افشنگ، بی بی سی.